ما در این جلسه قصد داریم یک مدل رگرسیون بیزی رو در پایتون پیاده سازی بکنیم. به این منظور من مثال از کتاب Mathematics for Machine Learning رو انتخاب کردم که درباره رگرسیون چند جمله‌ای از نوع بیزی هست. مثال را ابتدا مرور میکنیم و مسیری که قرار هست طی کنیم رو مشخص میکنیم و بعد میریم اون رو پیاده سازی میکنیم. خب توی این مثال در واقع از این جهت مثال ساده ای هست که فیچرامون یه دونه هستن، یعنی ما یک متغیر x داریم تک بعدی توی R که این فیچرمون هست، فیچر اصلیمون هست، و وای داریم که این هم متغیر هدفمونه و این هم تک بعدیه، تارگت وریبلمون هست. و همونطور که در مورد رگرسیون عادی هم ما گفتیم، میشه رگرسیون رو هم روی داده های سیمولیشنی انجام داد و هم روی داده های واقعی. ما تو این جلسه هم میخوایم روی داده های سیمولیشنی کار بکنیم، داده های شبیه سازی شده. پس باید بگیم داده های شبیه سازی شده همون به چه صورت جنریت شدن. اولا رنج این در واقع فیچرمون و متغیر ایکسمون رو توی این مثال توی بازه منفی 5 تا 5 در نظر گرفته، بنابراین این ایکسمون توی بازه منفی 5 و 5 هست و فرض میکنیم داده های واقعیمون از همچین تابعی میاد، مثلا اف ایکس به علاوه اپسیلون که F یه تابع دلخواهیه، مثلا این تابع رو در نظر بگیریم، مثلا سینوس X پنجم به علاوه کوسینوس X و اپسیلون هم توزیع نرمال مثلا صفر رو توی این مثال کتاب 2 توان 2 داره. پس میتونیم با این مدل ما داده ها رو جنریت کنیم و دیگه از اون به بعد با این مدل ما کاری نداریم، انگار که اف رو نمیدونیم. از این مثلا تعدادی سمپل میگیریم، 10 تا سمپل یا در حالت کلی n تا سمپل میگیریم که اینا میشن x1 y1 تا xn yn ما و هدفمون این هست که یک رگرسیون چند جمله ای روی این انجام بدیم. یعنی چی یه رگرسیون چند جمله ای؟ مثلا فرض کنیم از درجه K باشه این رگرسیون چند جمله ای، یعنی قرار هست که ما در واقع وایمون توزیعش نرمالی باشه، یا به عبارت دیگه این شکلی بگیم وایمون در واقع قرار باشه یه چند جمله یه درجه کا بر حسب ایکس درجه، حالا طبق معمول برای اینکه تعداد تتا کا بشه درجه رو میگیریم کامن های یک، از تتا صفر تا تتا کامن های یک ایکس کامن های یک و به علاوه نویز اپسیلون. یعنی ما در واقع دقت کنیم، ما این اف رو نمیدونیم، نمیدونیم به این شکله، مثلا نمیدونیم به شکل مثلثاتی یا شکل خاصی داره، میخوایم با چند جمله های درجه کامن های یک در واقع به نویمون اف رو تغییر بزنیم و رویکردمون رویکرد بیزیان یا پروبابیلیستیک هست. یعنی چی؟ یعنی این ضرایب رگرسیون، این تتاها، خودشون متغیرهای تصادفی هستن و یک توزیع پیشینی، یک توزیع پرایور روشون داریم و در واقع اون توزیع پرایور رو با پی تتا نشون میدیم. در واقع فرض میکنیم که باشه
یه نرمالی، حالا توی این مثالی که ما میخوایم پیاده سازی کنیم فرض کرده توزیع پرایل هست، نرمال با میانگین صفر و واریانس 1/4 آی. پس نرمالی هست با میانگین صفر و واریانس 1/4 آی، این پس توزیع پرایورمون هست. و از اینجا هم که لایکلیهودمون به دست میاد، در واقع از این رابطه ما میفهمیم که لایکلیهود به این شکل خواهد بود، لایکلیهود ما به این شکل خواهد بود که وای به شرط x و تتا در واقع هست نرمالی با این میانگین تتا صفر به علاوه تتا یک x تا تتا کامن های یک x کامن های یک، و واریانسش چی؟ واریانسش هم واریانس همین اپسیلون است که حالا ببینم تو این مثال دقیقا واریانس رو فکر میکنم همون 400 گرفته باشه، ما هم همون میگیریم 2/10 به توان 2. خب حالا و در واقع روش بیزی به ما چی میده اینجا؟ روش بیزی میگه حالا شما N تا مشاهده از این دیتا ها انجام دادی، بر اساس این مشاهدات اون احتمال روی تتا رو اصلاح میکنی و به احتمال پستریوری میرسی، احتمال پستریوری توزیع احتمال پستریور داری که این دیگه هست تتا به شرط در واقع اون کل x و y مشاهده شده. این توزیع پستریور شماست که خب در درس دیدیم که توزیع پستریور وقتی پرایور و لایکلی بود هر دو توزیع نرمال یا گاوسی باشن، اینم در واقع توزیع نرمالی میشه که میانگین و کوواریانسش قابل محاسبه است، یعنی میشه مثلا یک حالا میانگینش رو با یه MN نشون میدادیم، کوواریانسش رو با یه SN که برای MN و SN فرموله به دست آوردیم در کتاب، این فرموله هست. خب حالا ما چی رو میخوایم پیاده سازی بکنیم؟ ما میخوایم اولا با توزیع پرایور در واقع، پس کاری که میخوایم توی این جلسه انجام بدیم رو اینجا من مراحلش رو بنویسم. اول که دیتا جنریت بکنیم، اون قسمت مقدماتی کار هست. پس مرحله صفرمون تولید داده های در واقع x و y هست. خب در مرحله یک میایم چیکار میکنیم؟ میایم توزیع پرایور رو بر اساس توزیع پرایور پیش بینی از y ارائه میدیم، پیش بینی y بر اساس توزیع پرایور. بعدش میایم محاسبه میکنیم توزیع پستریور رو، محاسبه MN و SN که اینا پارامترهای توزیع پستریور هستن، توزیع پسینی. و بعد میایم پیش بینی میکنیم در واقع پیشبینی y بر اساس توزیع پستریور. منتها وقتی ما میگیم پیشبینی در واقع چیزی بیش از مثلا پیشبینی که رگرسیون عادی به ما میده ما اینجا ارائه میکنیم. وقتی میگیم پیشبینی منظورمون ارائه توزیع y، یعنی اینکه هم برآورد میکنیم وای رو و هم باز اطمینان ارائه میدیم به نوعی. خب از مرحله صفر رو کنیم، اول داده ها رو تولید بکنیم. خب پکیج های مربوطه رو ایمپورت بکنیم، فکر میکنم فقط به پکیج نامپای نیاز خواهیم داشت و تعداد
در واقع توی این مدل دیتا جنریشن ایکس رو هم باید میگفتیم چه جوری انتخاب میکنه. ایکس رو هم یونیفرم منفی 55 انتخاب میکنه. خب این کار رو جلسات قبلی انجام دادیم. پس ما میخوایم اول تعداد سمپلمون رو بگیم چیه، 10 تا، و ایکسمون رو بگیریم np.random.uniform منفی 5 تا 5 و سایزش هم همون n باشه، و بعد اپسیلون رو جنریت کنیم، f رو هم تعریف بکنیم. f رو میتونیم به صورت تابع یه خطی با دستور لمدا تعریف بکنیم، لمدا x np.sinus x پنجم علاوه np.cosinus x، و وای رو حالا تعریف بکنیم، آها نویز رو هم اینجا تعریف بکنیم، اپسیلون باشه توزیع یونیفرم، نه دیگه توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس انحراف معیار 0.2، و سایز رو هم اینجا دوباره n میذاریم، و y حالا دیگه میشه f x علاوه اپسیلون. این دیتایی که جنریت میکنیم، حالا پلاتش هم بکنیم. خب پکیج متپلاتلیب رو هم باید ایمپورت کنیم، و حالا میتونیم در واقع x و y ها رو با هم پلات بکنیم، ببینیم که چه شکلی میشه. آها خب باید میگفتیم که اینا رو با خط هم وصل نکنه. چجوری بهش میگفتیم اینو؟ میگفتیم لاین استایل نان، لاین استایل شاید این بود، آره همین. بله خب میبینیم که من یکم زوم کنم که بهتر دیده بشه. میبینیم که با به علاوه این نقاط رو مشخص کرد. حالا یکم سایزش هم بزرگتر کنیم. بله. خب این دیتا ما دیگه، ما با اون تابع افی که بالا نوشتیم کاری نداریم، انگار که ندیدیمش اصلا. میخوایم از این ایکس و وای استفاده کنیم برای رگرسیون بیزی. حالا میریم سراغ مرحله یک. فعلا فقط میخوایم توزیع پرایور رو، حتی دادار هم الان میذاریم کنار. یه توزیع پرایور داریم، به ما گفتن که متغیرهای تصادفی تتا که ذرایب به رگرسیون هستن، اینا متغیرهای نرمالی هستن با میانگین صفر و واریانس 1/4 i، کوواریانس 1/4 i. بیان یه درجه رو هم فیکس کنیم اینجا، مثلا تو این مثال بالا درجه رو گرفته 5. خب یعنی کار رو بذاریم 6 برای سادگی. پس اینجا میخواییم کاری که انجام بدیم prediction using در واقع prior. خب کار رو بذاریم 6 و خب ما میخواییم که بتونیم در واقع وقتی که این تتاها نرمالی با این توزیع هستن، چند تا هم تعداد اینا 6 داره دیگه، 6 تا متغیر نرماله. وقتی میگیم 1/4 آی، آی ماتریس همانیه دیگه، یعنی ماتریسی که رو قطرش 1/4 بقیهش صفره. کوواریانسشون اینه، چون کوواریانس 2/2 صفره بنابراین مستقلن، پس واریانسشون 1/4 کوواریانسشون هم صفره. منتها ما تتاها الان هدفمون نیست، پیش بینی وای بر حسب پرایور، یعنی وایی که
به این صورت به دست اومده باشه، اگر حالا تتاها هم از این توزیع پرایور بیان، میخوایم ببینیم که در واقع وای چه توزیعی خواهد داشت. خب این کار رو قبلا توی درس انجام دادیم در این فرمولی که اینجا هست، prior prediction. دیدیم که وقتی ورودی جدید ما x ستاره باشه، y ستاره بر حسب x ستاره یه متغیر نرماله. این فی ماتریس فیچرمونه. اینجا ماتریس فیچر چیز ساده ایه. ماتریس فیچر وقتی رگرسیون چند جمله ای انجام میدیم، ماتریس فیچر همچین چیزیه. فی بزرگ هر سطرش توانهای توی یکی از دیتا هست، مثلا x1، x1.2 تا x1 به توان کامن های 1، از این طرف هم تا xn، xn بزرگ. این ماتریس فیچر ماست در اینجا. این ماتریس البته درست کردنش تو نامپای خیلی ساده است، ولی این کلا ماتریس مهمی است در ریاضیات. میگم ماتریس واندرموند. و پایتون اصلا یه دستوری برای جنریت کردن این ماتریس داره. نامپای کارو ساده تر هم میکنه، گرچه بدون اون هم راحت هست این کار. وندر نامپای و دات وندر ایکس بردار ایکس ها رو میدیم و ان تعداد توان ها، تعداد ستون ها، که این در واقع همون کامن، در واقع همون کاه. بنابراین ماتریس واندرموند رو الان بخوایم اگر ما جنریت بکنیم، ماتریس فی رو، فی ما خواهد شد np.vander، x رو باید بهش بدیم و k رو ببینیم که چی میده. این فی چند در چنده؟ 1 2 3 4 5 6. بله، هر سطر 6 دهیه. به ماتریس 6 در واقع 10 در 6 دیگه، هر در واقع 10 تا سطر داره متناظر با اگزمپل هامون و 6 تا هم ستون متناظر با اون توان ها. خب پس ماتریس فیچر رو به این صورت تولید کردیم که همین فی ایکسی هست که اینجا داریم. حالا البته ماتریس فیچر رو اینجا ما نیاز نداریم، توی مرحله بعدی نیاز داریم. حالا پس من ریمارکش کنم. اینجا چیزی که ما نیاز داریم توی یه ایکس استار خاص هست. یعنی ما می‌خوایم تو بگیم تو هر ایکس استار میانگین و انحراف معیار اون وای استار تو اون ایکس استار چند هست. بنابراین این فی کوچیک ایکس استار رو نیاز داریم که این فی کوچیک ایکس استار در واقع همون توانهای ایکس استار هست. بنابراین خب از طرفی ما نهایتا میخوایم نمودار رو برای ایکس استارهای مختلف رسم بکنیم. پس میام چیکار میکنیم؟ یه ایکس اس من مینویسم دیگه، آندرلاینش هم نذاریم راحت تر بشه. ایکس اس یعنی همون ایکس استار. ایکس اس رو میخوایم توی بازه منفی 5 تا 5 تغییر بدیم. از دستور np.linspace میتونیم استفاده کنیم. لینیر اسپیس از منفی 5 تا 5 رو مثلا فرض کنیم حالا 50 قسمت میکنیم. این شد ایکس استار ما. حالا بعد برای هر کدوم از این ایکس استار ها ما میخواییم فی ایکس استار رو که اون توانهای در واقع ایکس استار باشه، از توان صفر تا توان کامن های یک، اینو ضرب داره ام صفر بکنیم. اینجا کارمون راحته چون ام صفر صفره. توی مثالی که ما داریم بررسی میکنیم ام صفر صفره. من اینو کپی کنم اینجا. اینجا ام صفرمون صفره، یعنی بردار صفره. اس صفرمون هم 1/4 آیدنتیتیه. خب
بنابراین سیگمامون هم که گفتیم دو دهمه دیگه، دو دهم گرفته بودیم. بنابراین این قسم صفر میشه، مشکلی نیست از این جهت. اینجا فقط چی میشه؟ این یک چهارم آی، اگه اینو بذاریم یک چهارم آی، یک چهارمش میاد بیرون. آی هم که ماتریس همانی حذف میشه، میشه فی ترانسپوز ایکس استار فی ایکس استار. که اینو میشه در واقع این شکلی حسابش کرد که فی ایکس استار چی بود؟ فی ایکس استار ماتریس ستونیه که توانهای ایکس استار توشن. یک ایکس استار ستاره رو پایین میذاشتیم حالا تا ایکس استار به توان کامل های یک. وقتی اینو ترانسپوزش رو در خود ضرب بکنیم، این عبارت میشه یک چهارم، این عبارت میشه یک به علاوه x استار به توان دو به علاوه x استار به توان چهار تا x استار به توان دو کاه منهای دو. خب پس این رو میتونیم حساب بکنیم الان به علاوه سیگما دو بکنیم. که این رو این شکلی میایم در واقع تولیدش میکنیم. پس این اون وقت میشه واریانس. اینو اسم رو بذاریم مثلا بردار V. پس بردار V رو میخوایم تعریف بکنیم برای هر X star در واقع به چه شکل باشه؟ مجموعه X star به توان، بگیم x به توان 2 j for j in range تا کامن های یک میخوایم بره دیگه، بزنیم رنج k خود به خود از 0 تا کامن های یک میره. بنابراین هر x رو به توان 2 j میرسونه. بعد اینو یه براکت بعد دورش بذاریم، بعد کل اینو این لیست میشه، کل اینو سام میگیره، این میشه همین مجموعی که ما میخواستیم حساب بکنیم. بعدش این رو باید یک چهارم بکنه، تقسیم بر چهارش بکنه و به علاوه سیگما دو بکنه که سیگما هم دو دهم بود دیگه. حالا اینجا بهتره ما به صورت پارامتری تعریف بکنیم اینو، سیگما بذاریم که اگر احیانا خواستیم بعدا بتونیم تغییرش بدیم. سیگما دو، این براکت دور، حالا باید بگیم که چیکار کن؟ for x in x star، یعنی برای همه x star ها میاد اینو حساب میکنه. این یک لیستی میشه. حالا برای اینکه array بشه یه دونه np.array هم پشت سرش میذاریم. بنابراین این دنباله واریانس های در نقاط مختلف رو داره میده. حالا این رو اجرا کنیم ببینیم اروری نمیده. خب حالا میتونیم الان در واقع نموداره XS و V رو با هم موقع بکشیم در کنار هم، پیلتی داد کرات X star و V، ببینیم چه جور چیزیه. بله یه همچین نموداری. خب حالا ببینید چی مهمه الان. ما میخواستیم یه جور، ما میخواستیم پیش بینی بکنیم. وقتی یه توزیع نرمال داریم، بهترین پیش بینی اگه بخوایم با یه عدد اون رو پیش بینی کنیم همیشه میانگینه، به دو دلیل. چون میانگین خودش به عنوان میانگین یه پیشبینی خوبه و همین که در مورد توزیع نرمال میانگین منطبق بر مود، یعنی بر پیک توزیع، در نتیجه با رویکرد ماکسیموم ای پوستریوری هم که بخوایم حساب بکنیم باز میانگین به دست میاد. حالا اینجا در توزیع پرایور به هر حال میانگین صفره، پس برآوردمون از میانگین صفر هست. منتها بازه اطمینانمون چیه؟ در واقع الان همچین وضعیتی داریم ما. آره همین شکل کتاب بهتر از همین شکل رو ببینیم. ببینید تو هر x ستاره ای، مثلا بالا سر هر x ستاره ای شما یه توزیع دارید. بهترین برآورد از توزیع همین خط وسطه، یعنی صفر و مساوی صفر. اما انحراف معیار اون توزیع است که داره باز اطمینان رو به شما نشون میده. مثلا وقتی شما با توزیع نرمال سر و کار دارین، به احتمال 95% در واقع توزیعتون در بازه منفی دو سیگما و دو سیگما میفته. بنابراین
یک باز اطمینان خوب یعنی باز اطمینان 95 درصد میانگین منهای دو سیگما تا میانگین به علاوه دو سیگما هست. یعنی ما بیایم این وی رو در واقع رادیکال بگیریم ازش که بشه انحراف معیار تو هر ایکس ستاره و از منفی دو برابر این تا دو برابر این رو به عنوان باز اطمینان بدیم، یعنی دو برابر این رو رسم بکنیم، منفی دو برابر این رو هم رسم بکنیم، این دو تا در کنار هم باز اطمینان مورد نظر رو میدن. تو خیلی عدد بزرگی شد اینجا، عجیب نیست. به هر حال وقتی که x حدود 5 باشه یا چند جمله یه درجه 5 از اوردر 5 به توان 5 میتونه باشه، عجیب نیست که انقدر بزرگ بشه. بنابراین ناحیه بین این دوتا نمودار چیه؟ حالا میتونین در واقع خط صفر رو همینجا رسم بکنیم که در واقع این خط سبز در واقع میانگین اون توزیع هست و این از خط آبی تا خط نارنجی هم در واقع تو هر نقطه بالا سر x میشه اون باز اطمینان 95 درصدی که ما در واقع دادیم. حالا اینجا چون خیلی رنج بزرگ شده اینجا اینا به هم چسبیدن به نظر میاد، ولی در واقع بین اینا یه فاصله هست. اگر زوم بکنین اون فاصله دیده میشه. میتونیم الان زوم بکنیم ببینیم. چجوری یه مثلا از منفی 10 تا 10 ببینیم؟ بله، این در واقع همچین شکلیه که این دیگه خیلی شبیه هست به شکلی کتاب کشیده دیگه، این همین شکل تقریبا. ممکنه باز اطمینانی که کتاب از گرفته ببینم، البته اینجا خودش توضیح داده شید دریا، بله گفته که ناحیه تیره تر باز اطمینان 67 درصده که متناظر هست با یک سیگما، یک انحراف معیار. اون روشن تره باز اطمینان 95 درصده که متناظر هست با دو انحراف معیار. حالا ببینیم با نمودار ما سازگار. بله دیگه، در واقع ما اون حدود تا حدود زیر 2 میاد دیگه، تو نمودار ما هم به نظر میاد تقریبا همینطوره، از 2 اومده پایین تر. البته این سازگاره با نمودار کتاب. حالا خودتون اگه علاقه من بودین یکی هم این کد رو دستکاری کنین که مثل کتاب قشنگ سایه بزنه اینجا رو و این ناحیه مشخص باشه. خب پس ما تونستیم تو توضیح پیشینی باز اطمینان بدیم بالا سر هر نقطه. حالا همه اینا قبل از مشاهده هر گونه دیتاییه، اما ما یه دیتایی جنریت کردیم تو قسمت قبل xn yn ها و میخوایم به شرط اون دیتا حالا توضیح پوستریور رو ببینیم. خب پس اینجا میریم سراغ در واقع اینجا مرحله اول انجام شد. خب میریم سراغ مرحله دوم که محاسبه اون ماتریس های MN و SN بود. اینجا هم البته میخوایم از فرمولای محاسبه شده توی درس استفاده بکنیم که تو این تئورم 9.1 اومدن. در واقع تتا به شرط توضیح پوستریور تتا گفتیم نرمالیه با میانگین MN واریانس SN که MN و SN اینجوری داده شدن. خب پس بیایم اینا رو پیاده سازی بکنیم. پس اینجا یه سکشن جدید ایجاد کنیم. خب بیایم در واقع این M رو حالا ما M N اینجوری بنویسیم
MN و SN. MN قرار باشه S0، خب S0مون که آیدنتیتی هست، بیایم حالا چون S0 تکرار شده اینجا S0 رو تعریف بکنیم، S0 رو بگیریم آیدنتیتی که اگه اشتباه نکنم np.i، سایزش هم n هست، تقسیم بر 4. ببین بله دیگه درست، یه ماتیس، البته ببخشید سایزش n نباید باشه، سایزش k باید باشه، سایز تعداد پارامترامون دیگه که ضرایب چند جمله ایمونه. خب این درسته. حالا mn میشه باید ssf inverse بگیریم np dot، البته اینورس SSF خیلی نیازی به وارون گرفتن نداره، اینورس ماتریس همانی ماتریس همانی میشه، بنابراین SSF وارون میشه 4 ضرب داره ماتریس همانی np.ik. به علاوه حالا این قسمت سیگما منفی 2 به علاوه سیگما به توان منفی 2 ضرب داره. حالا اینجا ماتریس فیچرمون یعنی ماتریس فی بزرگ که ماتریس وندرموند هست که ما بالا حسابش کردیم بیاریمش پایین، اینجا به کار میاد. بعد ضرب در فی بزرگ ترانسپوز ضرب در فی بزرگ، البته اینجا ضرب اگر بذاریم باید ضرب ماتریسی بذاریم، از میخوام این اوکیه چون اسکالره، ولی بین این دوتا باید ضرب ماتریسی بذاریم که توی نامپای گفتیم اد ساین هست اینجا فی، و حالا کل اینو باید وارون بگیریم np dot تو پکیج لینیر الجبراش اینورس این میشه mn و ران کنیم ببینیم ارور نمیده، به نظر میاد مشکلی نداره و SN هم در واقع این شکلی میشه ببخشید اینه که ما حساب کردیم SN بود پایینی MN، MN میشه SN ضرب در حالا این ماتریس S0 منفی 1 که گفتیم میشه 4 ضرب در np.ik ضرب در M0 که M0 صفر هستن در اینجا این جمله اصلا حذف میشه هیچی، سیگما منفی 2، سیگما منفی 2 هم از این ضرب ماتریسی بیاریم بیرون، بیاریم اینجا سیگما منفی 2 ضرب در فی ترانسپوز، فکر میکنم ترانسپوز هم به طور مختصر با تی بزرگ میشه ها، نه فی دات تی شاید اگه بذاریم فی دات تی درست کار کنه، فی بزرگ آره. خب اینجوری کوتاه‌تر میشه، بله همین، پس اینجا میتونیم اینو رو مختصرتر کنیم فی دات تی، خب فی دات تی ترانسپوز ضرب در وای این بندازم برداریم ضرب در ماتریس وای، فقط اینجا وای شاید از نظر سطری ستونی بودن مشکل، حالا شاید هم مشکل نباشه ران کنیم ببینیم، خب مشکلی نبود. الان امن باید یه وکتور باشه کاتایی شیشتایی درسته، مثلا هم یه ماتریس 6 در 6 که اینم به نظر درست میاد. پس توزیع پوستریور رو ما محاسبه کردیم پارامترش یعنی میانگین و کوواریانسش رو محاسبه کردیم، بنابراین مرحله دوم هم انجام شد و حالا میرسیم به مرحله آخر که پیشبینی واقعیه، یعنی پیشبینی با داده هایی که تا حالا مشاهده کردیم، که البته کاملا کد شبیه مرحله یک خواهد بود چون فقط پرایور رو باید بکنیم پوستریور، بنابراین دوباره بریم اینجا در این قسمت انجام شده، بله
توزیع پستریور همچین چیزی خواهد بود. حالا بعد کد این رو بنویسیم. خب اول پس ما دوباره x star رو یعنی دوباره مثل پس الان این سیکشن در واقع خواهد بود prediction using posterior خب که شبیه همین خواهد بود به طور کلی یکم باید تغییرش بدیم فقط اون ویه رو و البته یه میانگین هم اینجا اضافه میشه بهش اینا رو باید تغییر بدیم خب چجوری میشه x star رو همین جوری بگیریم v رو هم دوباره همین جوری v فرمولش تغییر میکنه بیایم به نظرم این دوتا رو به صورت دوتا فانکشن تعریف بکنیم فانکشن e و فانکشن v مثلا و بعد پلات بکنیم فانکشن e فانکشنی از x star یعنی به هر x star یه میانگینی نسبت میده هست فی ترانسپوز ایکس استار ضرب در ام ان بنابراین اینو بیایم پس یک ای تعریف بکنیم ای باشه فانکشنی که ایکس رو میگیره چی رو میده فی ترانسپوز ایکس استار ضرب در ام ان فی ترانسپوز ایکس استار ماتریسیه که توانهای ایکس استار در واقع توش هستن یعنی توانهای x x به توان j for j in رنج k توش هستن و اینو ما باید ضرب کنیم این اول به array تبدیل کنیم array بعدش این array رو ضرب کنیم ضرب ماتریسی بکنیم در در واقع MN که MN رو بالا حساب کردیم حالا امیدوارم این ارور نده حالا فعلا بنویسیمش خب این میشه فانکشن E بعد یه فانکشن V هم بنویسیم که قرار هست این رو بده v رو هم پس دوباره به شکل یک فانکشن می نویسیم که x رو میگیره فی ترانسپوز اینجا چون دو بار باید فی رو حساب بکنیم بذار یه خطی تعریفش نکنیم اینجوری بنویسیم define v x اون فی رو تعریف میکنیم همین عبارت و بعدش فی ترانسپوز فی دات تی ضرب در اس ان ضرب ماتریسی در خود فی به علاوه سیگما دو اینو ریترن کن خب ما این دوتا فرمول رو الان پیاده کردیم حالا میخوایم بگیم چیکار کنه دیگه نمیخوایم میخوایم بگیم که بیاد اولا نمودار خود میبریم بالا نمودار خود امید رو بکشه یعنی اون میانگینه رو بکشه که میشه ای ایکس اس خب و بعدش از امید باز اطمینان 95 درصد میخوایم بگیریم ای ایکس اس به علاوه دو برابر وی ایکس اس و همینطور منهای اون یعنی دو برابر انحراف معیار بالا و پایینش هم نمودارش رو رسم بکنه و اینو ما با هم ببینیم که چه شکلی هست که حتما ارور میده خب توی این ضربا میگه سایزشون با هم هماهنگ نیست. حتی یک مشکلی که وجود داره میدونین اینم نکته ریزکاری مهمیه تو نوشتن کد. وقتی شما فانکشن می نویسین.
ببینید وقتی شما یه فانکشن می‌نویسین، در نظر خودتون ممکنه ورودیش یه عدد باشه. اون تا بعداً به عنوان ورودی به این یه اری میدین و انتظار داریم که پایتون بیاد اون فانکشن رو هر عضو اری جداگونه اعمال بکنه. ولی نظر پایتون ورودی که شما بهش دادین یه اری، در نتیجه میاد اری رو اینجا ضرب میکنه، بعد ارور میده، میگه که یه وکتور مثلا به توان جی رسیده، معنادار نیست. در نتیجه باید به پایتون بفهمونید که شما میخواهید به صورت element wise، به صورت مؤلفه ای از این تابع استفاده بکنید. یه دستوری نامپای داره مخصوص این کار به اسم vectorize توی پکیج نامپای، که وقتی میگیم vectorize میکنه یعنی اینکه دیگه وقتی باش بهش یه array ورودی بدین، اون تابع نه رو کل array به عنوان یک array یا ماتریس، بلکه رو تک تک element ها جداگانه اعمال میکنه. np vectorize v. امیدوارم مشکل حل شده باشه. خب هنوزم مشکل وجود داره. vectorize با ایم داره باشه. خب یه چیزی برای ما کشید، حالا نمیدونم، این فکر میکنم خوب باشه اون نقاط رو هم ببینیم در کنار اینها. پس بیایم این دیتا رو هم ببینیم، ببینیم که درست کشیدیم یا نه. خب خیلی پرته، بعیده این درست باشه. یه جای کارمون حالا یه اشتباهی کردیم، چک کنیم ببینیم. بذارین فقط خود امید رو رسم بکنیم ببینیم چه شکلیه. عجیبه. خب من یک بار کامل کد رو بررسی کردم و متوجه شدم مشکل از کجا بود. مشکل از اینجا بود که دستور ماتریس واندرموند نامپای ترتیبش با چیزی که ما میخواییم فرق میکرد. در واقع ستون آخرش یک بود. حالا مثلا در حالت ستاییش رو اگر نگاه بکنید، این ماتریس واندرموند مورد نظر ستون آخرش یکی بود، بعد توان اول، بعد توان دوم، در حالی که ما می‌خواستیم برعکس باشه. ما ترتیب ماتریس در واقع فیچرامون از این ور بود، از یک تا توان کامل یکم. برای همین من با این در واقع دستور ترتیب ستون‌ها رو برعکس کردم. اصولاً در واقع دستور مفیدی، وقتی یه اری دارین می‌خواید توی بعد خاصی ترتیب رو عوض کنید، تو بعدهای دیگه تغییر ندین. تو بعدهایی که میخواین تغییر ندین دو نقطه خالی میذارین، تو بعدهایی که میخواین ترتیب برعکسه دو نقطه منفی یک. این منفی یک یعنی با استپای منفی یک در واقع حرکت میکنه. با این اصلاح در واقع مشکل حل شد. حالا من دوباره کارو میکنم هفت که با چند جمله یه درجه 6 نتیجه رو ببینیم و دیگه برآوردی که اینجا میانگین رو الان من رسم کردم، این خود میانگین x star هست. حالا میتونیم انحراف معیارا رو هم پلات بکنیم، البته این رو هم باید منها بکنیم. اینا رو هم هر دو رو فکر می‌کنم اگه به یه رنگ بکشیم بهتر باشه. بله اینجا این خط آبی رنگ میانگین توزیع پستریور هست به ازای هر x. در نتیجه میشه گفت دقیقا همون برآوردگر ماکسیموم ای پستریوریه، چون میانگین توزیع نرمال همون پیکشه. و این خط در واقع قرمز بالا و پایین دو سر باز اطمینان 95% ما هستن، که میتونه به ما بگه که کجاها uncertainty برآورد ما بیشتره. یعنی اینجاها به دلیل کم بودن دیتا خود مدل به صورت خود به خود داره به ما منتقل میکنه که اینجا uncertainty زیاده، و همچنین در ابتدای بازه. ولی این قسمت ها خصوصا انتهای بازه که دیتا زیاد هست، uncertainty مدل در واقع کم هست. خب پس ما در واقع مرحله
سوم رو هم انجام دادیم از کاری که میخواستیم انجام بدیم، یعنی بر اساس توضیح پستریور هم اومدیم و متغیر وای رو پیش بینی کردیم و برای بازه اطمینان به دست آوردیم. اینجا میتونیم اثر تغییر اون درجه رو هم ببینیم بر بازه اطمینان. به عنوان مثال اگر ما با چند جمله های درجه 3 درجه 2، یعنی کار رو بذاریم 3 میشه درجه 2، این کار رو انجام بدیم، بله همونطور که میبینید در واقع برآوردگر معقولیه و بازه اطمینان نسبتا کوچیکی هم داره. حالا هرچی درجه رو بالا میبریم میتونیم ببینیم چه اتفاقی میفته. برای درجه 4 برآوردگر معقولی به نظر میرسه، عدم قطعیتش هم کمه در همه نقاط. درجه 5 خب همچنان معقوله، یکم اینجا در واقع عدم قطعیت زیاد شده. درجه 6 خب بیشتر داره میشه، یعنی درجه کاموساوی 6 یعنی درجه 5. و درجه 7 رو هم که دیدیم، حالا مثلا میتونیم یک راست درجه 10 رو چک کنیم ببینیم چه شکلی میشه. خب یه اتفاق عجیب و غریبی دیگه داره میفته اینجا که دیتا زیاده اوضاع خوبه، همچنان عدم قطعیت کمه، ولی تو این بازه که ما فقط یه دیتا داریم، یعنی تقریبا در نصف از رنج دامنه ما یه دیتا داریم، اینجا خیلی در واقع برآوردگر نوسانش زیاده و عدم قطعیت هم خیلی زیاده. و این اون مزیت روش بیزی رو نشون میده که روش بیزی به طور ضمنی دارن به ما میگن که کجا خوب کار نمیکنن. اونجایی که عدم قطعیت زیاد هست دارن به ما میگن که اونجا در واقع خوب کار نمیکنه روش. یه کار دیگه هم که اگه انجام بدیم خوب هست این هست که بتونیم از توضیح پستریور سمپل بگیریم. حالا دوباره در حال برای همین کاموساوی 7 رسم بکنیم. ما میدونیم که الان در واقع یعنی اینو به عنوان یه مرحله بعدی قرار بدیم توی این برنامه‌مون، به عنوان سمپل گرفتن یا نمونه گرفتن از توضیح پستریور. یعنی چی؟ یعنی ببینید ما داریم میگیم که تتا به شرط داده های مشاهده شده یه توضیحی داره، یه نرمالیه با مثلا میانگین حالا ام ان و ماتریس کوواریانس اس ان. خب بیایم از این در واقع سمپل بگیریم و بعد اون برآوردگر اف مون رو که اینجا در واقع میشه فی ترانسپوز ایکس ایکس استار در تتا رو، اون رو در واقع یک سمپل ازش رو مشاهده بکنیم. ببینیم چطوری میتونیم این کار انجام بدیم. ما باید بتونیم از یک وکتور نرمال با یک میانگین و کوواریانس مشخص سمپل بگیریم، ببینیم آیا نامپای این امکان رو داره یا نه. در واقع یک مالتی وریت نرمال دیستریبیوشن رو ما باید اینجا سمپل بگیریم ازش، مالتی وریت نرمال. بله ظاهرا تو پکیج تو زیر پکیج رندوم مالتی وریت نرمال وجود داره، مین رو بهش میدیم، ماتریس کوواریانس رو هم بهش میدیم، به ما یک سمپل از اون میده. خب این رو با هم تست بکنیم. الان ما ام ان رو باید بدیم به عنوان مین، ام ان رو اینجا حساب کردیم، اس ان رو هم به عنوان واریانس. پس بگیم np dot random dot multivariate normal mn و sn، ببینیم به ما چی میده. خب 6 7 تا عدد داد. آها ما درجه آره دیگه درجه 6 گرفتیم این الان، یعنی اینکه 7 تا عدد. آره این الان من کار رو گذاشتم 7 یعنی درجه 6ه. توی چند جمله یه درجه 6 در واقع 7 تا ضریب دارن دیگه، یک سمپل به ما داده، یعنی اینکه یه چند جمله مشخص درجه 6 با این ضریب داریم. حالا میتونیم نمودارش رو رسم بکنیم ببینیم چه شکلیه.
اونو فکر میکنم خوبه بیاریم تو همین نموداری که بازه اطمینان ها رو هم کشیدیم رسمش کنیم. این پس میشه یه سمپلی از تتا، تتا رو میذاریم مساوی این و بعد حالا باید چیکار کنیم؟ باید این تتا رو به عنوان ضرایب چند جمله قرار بدیم، تقریبا همین کاری که اینجا کردیم دیگه. این ضرب رو ما این بار برای تتا انجام بدیم، پس اسمش رو بذاریم مثلا اینو کپی پیست کنم، یه تابع میخوایم تعریف بکنیم اسمش رو بذاریم اف، همون چند جمله ای ما باشه، یعنی الان چند جمله ای در واقع این چند جمله ای. حالا اف چون برای اون تابع اولیه به کار بردیم بهتره چه بذاریم جی، این چند جمله ای در واقع الان جی ایکس مثلا. خب پس اسم این رو بذاریم جی، جی رو تعریف کردیم، این توانها ضرب در تتا، تتای سمپل از نرمال. بعد بیایم حالا این جی رو پلاتش رو بکشیم، پی ال پی دات پلات در واقع ایکس اس و دی ایکس اس، ببینیم که چی به ما میده. حالا مثلا با یه رنگ سبز اینو بکشیم، بله این سبز رنگه یه سمپل از این توزیع نرماله. حالا اگه میشد شکل رو هم کمی بزرگتر کنیم، فکر میکنم فیگر سایز رو از بخواهم اینو سرچ کنم. خب ظاهرا با این دستور میشه سایز فیگر رو تغییر داد. اینجا get current figure و بعد بزنیم در واقع figure dot، فکر میکنم سایز داشته باشه، set size inches، حالا سایز برس به اینچه، نمیدونم چه سایزی بزنیم، مثلا 10 و 10 بزنیم ببینیم چقدر میکشه. خوبه سایز یه ذره بزرگه، تو صفحه جا نمیشه. 8 خب حالا هر بار که ران میکنم همونطوری که دقت کردین این سبزه تغییر میکنه چون سمپل رندومه. حالا میخوایم یه تعداد زیادی سمپل رندوم بگیریم، اینجا یه دونه فور میذاریم، مثلا 10 تا سمپل میخوایم بگیریم و هر بار یه سمپل میگیره و پلاتش میکنه، ببینیم که این بار چه شکلی میشه. بله این سبز رنگا در واقع سمپل های از توزیع پوستریور هستن، همچون که میبینین کاملا با اون باز اطمینانه سازگاره، یعنی چون 10 تا فقط سمپل گرفتیم خیلی بعیده از باز اطمینان 95% بزنه بیرون و حال توی همون باز اطمینان همه سمپل ها باقی موندن. پس به این صورت میشه از در واقع توزیع پوستریور هم سمپل گرفت. سمپل گرفتن از توزیع پوستریور خیلی مهمه چون به طور کلی تو تحلیل بیزی خیلی جا برخلاف موقعیتی که ما الان داریم نمیشه فرمول حساب کرد برای توزیع پوستریور. در مورد وقتی که توزیع نرمال هست ما دیدیم که میشه فرمولا رو حساب کرد، اصلا ما پیاده کردیم الان دیگه. وقتی نمیشه فرمولای توزیع پوستریور حساب کرد، تنها راه برای مطالعه توزیع پوستریور سمپل گرفتن از اونه و بعد استفاده از ایده های مونت کارلو برای به دست آوردن در واقع آماره های از اون توزیع پوستریور مثل میانگین واریانس و غیره، که این کار هم ما دیدیم به این صورت اینجا میشه انجام داد. خب پس ما یک در واقع رگرسیون بیزی رو پیاده سازی کردیم از صفر، از ابزار خاصی هم استفاده نکردیم، گرچه پکیج هایی وجود دارن در پایتون که آنالیز بیزیان انجام میدن از جمله رگرسیون بیزی، که حالا ممکنه در جلسات کارگاه بعدی به برخی از اونها بپردازیم. خب تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.